LG G5 with modular design. The first phone built for fun. خب خانم نفیسه روشن عزیز، شبتون بخیر. شما اینجا چیکار میکنید؟ شب شما هم بخیر. دعوت شدم برای دیدن فیلم جاودانگی که هم آقای رضاخانی عزیز هست در واقع دعوت کردن، هم مارال فرجاد نازنین که از دوستای خوبمه و من فرصت نشده بود که در واقع این کارو ببینم و خیلی تعریفش شنیده بودم به عنوان یه کار خاص که یه پلان سکانس کل فیلم و اومدم ببینم دیگه، چون خیلی از فیلم تعریف می‌کردن. خیلی هم عالی. ما یه اتفاقی دیدیم توی کارنامه کاری شما داره رقم می‌خوره به اسم حضورتون توی تئاتر. چطور تجربه است؟ خب خیلی خوبه، خیلی شیرینه، خیلی تجربه نفس به نفس بودن با مخاطب برای من خیلی جذابه و خب میگم این سالها به دلیل اینکه من بسیار زیاد سرگرمه در واقع بازی تو سریال هایی بودم با کارگردان های فوق العاده و خوب و دوست داشتم اون کارها رو، یه ذره اون فرصت و تایم من رو گرفته بود که نتونم توی در واقع سینما و تئاتر حضور پررنگ تری داشته باشم و حالا گاهی اوقات شیطنت، گاهی اوقات تفاهمه که بخوان به روشن پیشنهاد نمیدن تو تئاتر یا مثلا سینما نه. در واقع این فرصت ها رو تو این یک ساله به خودم دادم که بگم که نه به خدا هست، منتها فرصتش برای من پیش نیامده بود. شما یعنی الان خیز برداشتین واسه سینما و تئاتر؟ بله خدا رو شکر، من هم تقریبا یه 20 روزیه که رها شدم جلوی دوربین، با افتخار میگم جلوی دوربین بانو پوران درخشنده قرار گرفتم. تجربه همکاری با ایشون، کسی که زمانی که من خیلی کوچکتر بودم پرنده کوچک خوشبختی همیشه جز فیوریت های در واقع فیلم های من بود که میدیدم و باعث افتخار بود که جلوی دوربینشون رفتم و الان هم که در واقع درگیر تمرین تئاتریم که تئاتر معاش انشاءالله از 17 آبان سنگلج اجرا شروع میشه. امید خدا. پس با این شرایط و اینکه انقدر سرتون شلوغه دیگه به کلاس رقصتون نمیرسی؟ ای وای از دست تی وی پلاس که میدونین من چه فوشایی خوردم توی اینستاگرامم که اصلا شما نمیدونم کی هستی که کلاس رقص بخوای بذاری و اصلا یه حرفای پیگیری کردین که اصلا این شایعه های عجیب غریب از کجا نشأت میگیره؟ من پیگیری نکردم، من ترجیح دادم ببینم اگر که از نظر قانونی دچار مشکل شد خودم از نظر قانونی در واقع پشتبند اون اقدام بکنم، ولی واقعا خیلی ممنونم از شما، از تمام بچهای تی وی پلاس که همیشه حواسشون به همه چیز هست آنلاین، یعنی اگر بچهای تی وی پلاس منو در جریان نمیذاشتن من اصلا متوجه نمیشدم و خب خیلی گاهی اوقات به من گفتن که چرا با اون لحن صحبت کردی. ببینین وقتی که عصبانی بودم چون ببینین من از 18 سالگی وارد کار تصویر شدم، دنیای بازیگری، من هیچ وقت مهمونی نرفتم، تو جمعای خانوادگی نبودم، خودم رو به عنوان یک هنرمند محدود کردم که حیثیت اعتبار و عزتم پیش مردم خدایی نکرده خدشه‌دار نشه با یک عکسی، با یک حاشیه‌ای، با یک حرفی و میدونین که من سعی میکنم همیشه بی‌حاشیه باشم. اگر کسی بخواد بیاد حیثیت منو، زحمتی که من تو 16 سال کشیدم و با یک شایعه و با یک حرف بی ربط بخواد به باد بده، یعنی نمیتونه به باد بده، همین بخواد بازی بگیره، من خب فکر میکنم نه، من هر عزیز دیگه جای من باشه عصبانی میشه. که حالا مثلا یه نفره یا چند نفره که دوست داره شما رو اذیت کنه، مثلا این که الان چند روز یه عکسی از شما داره منتشر میشه، عکس مثلا جوونیتونه با عکس الانتونه، دیدین خیلی فرق داشتین. ببینین من فکر میکنم این شیطنت بعضی از آدم هایی پر از حب، پر از حالا شاید اون کلمه از دهن من قشنگ نمیشه بیاد، ولی واقعا پر از غرض و پر از نفرت هم نسبت به دنیای اطرافشون. مثلا یک پیجی هست توی اینستاگرام که قبلا زده بود توهین نفیسه روشن به زنان ایرانی. خب آخه آدم عاقل اگه من بخوام به زنان سرزمینم توهین بکنم، مادر من، مادر بزرگ من، خاله من جز زنان این سرزمینم و دوستای دیگه‌ام، یا بعد از مصاحبه شما تی وی پلاس راجع به کلاس رقص
در واقع توهین نفیسه روشن به مردم ایران. من عاشق ایرانم، من عاشق مردم وطنم، هم همیشه هم اینو گفتم بعضی ها که شروع میکنن ارتباط ما رو با امنیت، با کشور، با شغلمون، با آدمای اطرافمون به هم بزنن، که اون بعضیا همینایین که میان تو اینستاگرام و فوش‌های خیلی زشت بدون در نظر گرفتن اینکه این خانم متأهله، این خانم مثلا زندگی داره، پدر و مادر داره، خانواده داره، انجام میدن. و حالا یا عکس مثلا خیلی جالبه، عکس یه کاری که من تست گریم نقش مریض داشتم و گذاشتن، یا عکس مثلا با میکاپ منو گذاشتن، نفیسه روشن بدون آرایش، نفیسه روشن با آرایش. اون عکس تست گریم یه نقش بیماره و حالا یکی از عکسای قدیمی منو به قول شما گذاشتن، از قدیم، مال مثلا 18 سال پیش که من چاقتر بودم، و عکس الانم. به نظر من کسایی که میان اینجوری با زندگی و حیثیت یا شاید قلب آدم ها بازی میکنن، خدا بر جوری یه جوری باهاشون بازی میکنه، یک جایی که باید بشن فکر بکنن کجا این کار انجام دادن. من همینطوره. خلاصه که خانم حواستون رو جمع کنید که گیر دادم به شما. از مهران مدیری ناراحت نشدین توی دوره همی با لباستون شوخی کرد؟ اصلا و ابدا. آقای مدیری عزیز منه و واقعا هم به خاطر اخلاقش، معرفت و منشش و چیزهایی که خیلی از ماها میدونیم و لازم نیست گفته بشه، من بهشون خیلی احترام میذارم. درست سال 85 جایزه بزرگ با ایشون قرارداد بستم ولی قسمت نشد جلوی دوربینشون برم، ولی همیشه آقای مدیری به عنوان یک بوت و یک آدم قابل ستایش تو ذهن منه، تو عرصه طنز، تو عرصه کارگردانی و تو عرصه در واقع این جزء اون دسته آدمایی که قلب بسیار مهربون و دل بسیار بزرگی داره. یعنی واقعا آقای مدیری یه دونه است. واقعا همینطوره. من سوال آخرم اینه که بازیگرای فیلم جاودانگی، خانم آنو نعمتی و مراد فرجاد، اخیرا توی کشور ایتالیا بودن برای فستیوالی و فرش قرمزی، لباساشون هم خیلی تو چشم اومد. واسه یه بازیگری که نماد ایرانه، چقدر مهمه که تیپش توی مجامع بین‌المللی خاص‌تر از مثلا داخل ایران باشه؟ ببینید، ما خودمون میدونیم که ایران چه کشور قابل ستایش و پر از اصالت و پر از آثار فرهنگی و باستانیه و واقعا شاید اون زمانی که ما تو کتاب تاریخ میخوندیم دو تا امپراتوری بوده، یه امپراتوری ایران بوده، یه دونه روم بوده، یعنی انقدر ایران پهناور بوده و دارای اصالت و ریشه تاریخی و فرهنگیه. شما الان هر کدوم از شهرهای ایران برید میبینید که یه مدل لباس سنتی، یه مدل غذا، یه سری آثار تاریخی. و گاهی اوقات بعضی از دشمنان ما و دشمنان کشور ما و دشمنان فرهنگ ما میان یک سری عکس‌ها رو انتشار میدن یا یک سری شوخی‌های فرهنگی با ایران میکنن. اینکه حالا خانم علی دوستی، خانم دولتچایی، مارال فرجاد عزیز، خانم آنا نعمتی عزیز با این همه در واقع افتخار روی فرش قرمز قرار میگیرن و با این همه در واقع شیکی و با کلاسی و لباس‌های زیبا، برای من بازیگر زن یک افتخاره، چون به دنیا نشون میده که هنرمندهای ما و سمبل در واقع فرهنگ و هنر ما این بانوان یا آقایون هستن که به لباسشون، به مدل موشون، صورتشون این چنین آراسته توجه میکنن که در واقع اونجور که باید و شاید دیده بشن و به نظر من بسیار قابل ستایشه. خیلی متشکرم.